داستان و جاتون خالی بود اونهایی که نبودیم. ما دو سه تا داستان خوندیم، بعدش رسیدیم به یه داستانی که برای یه شخصی به نام آقای دبوری. آره. بعد صحبتی اینو کردیم که بعضی ها میگن دبوری واقعا کسی بوده و حضور بیرونی داشته و بعضی ها میگن که نه، ایشون یه مثالیه که مولوی داره میاره به خاطر اینکه بتونه صحبتهای خودش رو بکنه بدون اینکه خردگیران بهش خورده بگیرن. حالا صحبت خردگیران اونایی که ازش ایراد میگرفتن، این اینجا بوده یا نبوده یا نمیدونم آیا مثلا فلان شخص این کار رو واقعا کرده یا نکرده، به من نشون بده کجای تاریخی همچین چیزی اومده، مدرکت کجاست، سندت کجاست، از این چیزا. به خاطر همین ایشون هم یه همچین شخصیتی و چیزی. بعضی هم که میگن خودش بود. بعد یه سری خصوصیات داشته ایشون که یکی این که همیشه در سفر بوده، یه جایی واقعا هیچ وقت نمی‌ایستاده و به خاطر این در سفر بوده که بتونه با آدم‌هایی که به کمالاتی رسیدن هم صحبت بشه و باهاشون حداقل ازشون بتونه بهره ببره و این براش خیلی مهم بوده. و یه حسن دیگه هم داره. بله. دلبستگی هم به یه جایی پیدا نمی‌کنه. بله، پایبند جایی نمیشه. بعد یه سوالی رو اینجا مطرح میکنه، البته این سوال رو یه جورایی توضیح میده، جواب میده، بعد همون جوابش هم بنز کافی صحبتش نشده، اونم اینه که اگه اینا مردان خدان و اگه به کمالات رسیدن دنبال چی دیگه میگردن بیشتر از این؟ دنبال هفت. حالا به قول شما دنبال هفت میگردن و اینجا براشون مهمه که اینو یه مثالی زد که اینا آدمایی هستن که اگه وسط دریا هم بذاریشون یه کوزه اونجا باشه، یه آبی توی اون کوزه باشه، اینا اون آب هم میخوان. حالا همه دلایل خودشون رو دارن. اینا از کمالات دست نمیشوین، یعنی احساس نمیکنن ما کامل شدیم. به خاطر همین یه جوری دیگه میگه که یعنی این آخر انتها نداره. اولیاء الله، انسان‌های کامل، اینا اینو تمومی نمی‌بینن، اینا همیشه میدونن میتونن بهتر بشن. میگن آخر دنیا کجاست، بیسیکلی یعنی این دنیا آخری درش نیست. بعد مثال هم میزنن که این وسط مثلا موسی که پیغمبر اولوالعزم بود و کلی هم کمالات داشت، ولی باز یه هجرتی کرد که بره به دنبال خضر و خضر رو پیدا کنه تا بتونه از اون یه سری کمالاتی هم از اون بیاموزه. بعد داستانی ها از دبوری شروع میکنم به گفتن و اونم اینه که ایشون یه موقعی مثل این که داشته سفر میکرده، توی سفر به شب بر میخوره و وقتی که شب میشه از دور میبینه که هفت تا شمع نزدیک یه ساحل دریایی واضح مشخص اونجا نورشون کاملا هویداست و جوری که اینو توصیف میکنن میگن که اینا انقدر نورشون زیاد بوده که خورشید در مقابل اینا به کدری میزد، یعنی به نظر نمیومده که خورشید انقدر روشن باشه. بعد همینجور که یه کمی جلوتر میرن باز همینجوری خیره این منظره میشن، میبینن که این هفتاشم یکی میشن با هم دیگه.
بعد دوباره میبینن که اینا میشن هفتا مغ. بعد میبینن که اینا میشن هفتا درخت. و بعد میبینن که این درخت ها درخت های معمولی هم نیستن. اینا شاخه هاشون بسیار بلنده و بسیار پوشیده از برگ و روی اون برگا میوه های رسیده هست، به حالتی که از اینا داره از رسیدگی داره مثلا آب این میوه ها داره میچکه. از این ور میبینن ریشه های این درخت هم انقدر عمیقه که ریشه ها میرسه، حالا طبق حرفی که ایشون میزنه، به شاخ گاو و پشت ماهی. حالا اون موقع ها فکر میکردن که دنیا روی شاخه یه گاوه که اون گاو هم پشت یه ماهی وایستاده. و براشون یه چیزی که خیلی جالب بوده اینه که چرا آدم ها نمیبینن این درخت ها رو. و این درخت ها رو ایشون ویژنی که داشته، اون منظره‌ای که میدیده، انبوه امت رو میدیده که اینا دنبال سایه میگشتن و سایه پیدا نمیکردن. و این مونده بوده که اینا، حتی مونده بوده براش حیرت انگیز بوده که مردم این سایه این درخت ها رو نمیتونن متوجهش بشن و تشخیصش بدن. و جالبه اینجا صحبت دیگه ای میکنه که مردم به خاطر اینکه دنبال، چون آرزوی یه سایبون رو دارن، اینا میرن دنبال سایبون میگردن و آخر سر اون سایبونی که برمیدارن درست میکنن از یه گلیمه. گلیم و مولوی مثال یه چیز زمینی رو بهش میگه گلیم، که نه حالت تزئینی داشته باشه، نه حالتی باشه که ارزشی زیاد داشته باشه، ولی مردم اونو به عنوان سایبون انتخاب میکنن. کما اینکه قبلنا اگه یادتون باشه خیمه هم که میزدن چیزایی اون حالت زخیم مانند رو اینا مینداختن که مثلا اونا بتونه اینا رو پروتکتشون بکنن از نور مستقیم اشاعره. هم هر همین کار رو میکنن. بله، خلاصه ما تا اینجا رو خوندیم که بعد از این میبینن که این هفتا درخت میشن یه درخت. خب درسته؟ من فقط میخوام یه دفعه اینا رو سریعاً چیز بکنیم. پس ایشون از دور هفت تا شمع میبینه، بعد اینا یک شمع میشن، بعد اینا میشن هفت مرد، بعد هفت مرد میشن هفت درخت، و ببخشید هفت مرد هم بعد دوباره میشن یک درخت شدن، هفت درخت بعد اینا میشن یک درخت. درست میگم؟ هفت شم، هفت یک شم، بعدش هفت مرد، بعد باز شدن آن شمها هفت درخت، مخفیدن آنها از نظر چشم خلق. الان چیز میکنیم، بعد یک درخت شدن آنها. جا؟ هفت درخت میشه یک درخت. بعد سومی چیه؟ میشه هفت مرد. نه، هفت مرد بعد میشه هفت درخت بعد میشه یک درخت. مردا هفت مرد یک درخت یک مرد نمیشن؟ نه. That's a trick question. والا میبینیم، حالا ببینیم که به کجا میرسیم.
اینجایی من هفت مرد شدن آن هفت درخت. تا خط چهارم اون خوندیم؟ محبوب بودن آن درختان از چشم خرد. مرسی. من فکر میکردم ما اونجا باشیم. پس ما دوباره اینجا رو شروع میکنیم. بفرمایید چایی و شیرینی و برای شما چایی بیارم؟ نه خیلی. نه. من خودم الان منم نیزم. چه خبر صبر کردیم به چیز شما زندگیم صبر من خودم برای خودم چلنج این روزا رو گذاشتم که صبر باید کرد. من بهترین پرکتیسی که میتونم بکنم تو رانندگی صبر همش چیز رو با خودم هم کردنم. خب دیگه صبر وایسین تا موقعی که این بیاد بشینه به یه مسائل جانبی رو هم شما خودتون درست کردید. وقتی اون موقع دیگه آدم باز شو بخواهیم شما وقتی سیدیار میگیره چقدر آشفته هست این مسائل جانبی هر قسمتی چی ساخته یک کسی شدید ساخته یک کسی یه چیزی راست اینو هفته پیش گفتم با همه چی من ایش دادیم هفته پاسم باشه
چی؟ این دوباره میشه هفت مرد. هفت مرد این اتفاق واسه شون میفته. مثل اینا، اینا دو وقت دوباره خودشون میشن هفتا برد. حالا جالبه میدونیم چه یک دو سه ما یه مرحله دیگه داریم که اینا دوباره میشن هر نه نه باشتم دوباره ما هفته دیگه از این دوباره پیدا میکنیم. اونطوری هم داره قیل از اینی که الان شما گفتید درست اینو راست میگه ولی این قشنگ بود اینو من خودت خیلی خوشم اومد. آره بلندترش کنم اینو نگیره خب باش من چشم نرسی این کتابتون آقای زاوت بهتون نره الان خوبه؟ نه الان خوبه بیستم ببخشید من نیمونم نه شما درد هم نداره شما درد هم نرسید شما خوب هستی؟ پیچه سلام خوبه خالو خالو تشکر خوب هستی؟ شب مغزی با این طرف بشید صدا من میاد قشنگ نمیاد نمیاد باید خیلی بیاد میاد باید خیلی بیاد الان چی؟ یکم ببریش بالا برکتر الان خوبه خدا سعی میکنم چیز ترش این نمودار رو الان آقای زاوش کمک کردن ما کشیدیم خوشگل شد پس ما از هفت شم شدیم یه شم از یه شم شدیم هفت تا مرد بعد هفت تا درخت بعد دوباره یه درخت حالا بعد مرحله داره بعد از اینا خب خوبی سلام عرض کردیم سلام عرض باشم نقاشی میکردیم آره حالا حالا ببینیم رمز و رازش تو چیه دیگه ما صحبت رمز و رازو داریم میکنیم ببینیم رمز و رازش تا کجا بالاخره ما میتونیم پیداش کنیم حالا صحبت سر مخفی بودن آن درختان از چشم خلق میگه این عجب این عجبتر که بر ایشان میگذشت صد هزاران خلق از صحرا و دشت این هفت درختی که بودن چون هفت درخت بود دیگه درسته یه سری آدم ها همینجور داشتن رد می شدن زارزوی سایه جان می باختند از گلیمی سایبان می ساختند یا از گلیمی سایبان می ساختند اینا از چیزایی که کارشون سایه دادن نبود اینا سایه می ساختند ما دو نوع سایه برای خودمون درست می کنیم یه سایه که برای اینکه جسممون چیز باشه مثل یه سقف ما برای روحمون هم سایبان می خواهیم یعنی ما دوست داریم روحمون هم آسایش داشته باشه اون سایبانی که برای روحمون میخوایم درست کنیم بعضی موقعها اشتباه میکنیم میریم مثلا یه آدمی رو که
فکر میکنیم داره سایبان روح به ما میده، میشیم فالوور اون. اون سایبان از گلیم ساختنه. سایه آن را نمیدیدند هیچ، صد تفو بر دیده های پیچ پیچ. میگه صد لعنت و اهانت بر این دیده هایی که درست نمیبینه، سایه ها را نمیتونن تشخیص بدن. ختم کرده قهر حق بر دیده ها، که نبیند ماه را بیند سوها. میگه این یه سری چشما رو خدا بهشون ختم کرده، یعنی بسته اینا رو، که اینا ماه رو نمیبینن ولی ستاره رو میتونن نگاه کنن. ماه به این درشتی و قشنگی و نورانی رو نمیتونن ببینن ولی ستاره رو تشخیص میده. حالا ماشاءالله شما هم دیگه، آره، هر اکسپشن تو در رول هست. مولوی براتون یه دونه خط داره اینجا. حالا آره، ذره را بیند، ذره را بیند و خورشید نه، ذره ای را بیند و خورشید نه، لیک از لطف و کرم نومید نه. اینا یه ذره رو میبینن، خورشید به اون بزرگی رو نمیبینن، ولی بالاخره لطف و کرم خدا را میشناسن. حالا بالاخره میدونن یه جوری بهشون میتونه عطا بشه، حالا دست و پا میزنن دیگه، بیشتر طلبکارن. بله، کاروان ها بینوا و این بینوا و وین میوه ها پخته میریزد، چه سهرسته خدا. میگه این کاروان ها، مردم تو دارن رد میشن، همشون هم محتاجن، همشون هم گرسنن، این میوه هام پخته است، یعنی رسیده است، همش هم همینجوری میفته. این سحر این چیه؟ چه حکمتی تو اینه؟ سیب پوسیده همی چینند خلق. مردم سیب پوسیده رو میچینن و میخورن. در اینجا درهم میتونیم بگیم، درهم هم میتونیم بگیم. درهم افتاده به یغما خوش پرد. اینا چون میوه پوسیده دارن میخورن، میوه پوسیده خب آب نداره دیگه، اینا هنوز حلقشون خشکه، یعنی همش میخورن ولی سیر نمیشن، میبینن به جایی نمیرسن. گفته هر برگ و شکوفه آن قصون قصونه، دم بدم یا لیت قومی یعلم. میگه هر برگ و شکوفه و اون که روی اون شاخه، قصون یعنی شاخه، که روی اون شاخه هست، اینا همشون حرفی که میزنن میگن دم بدم یا لای تقومی یعلمون، ای کاش قوم من میدونستن. این یکی از جزی از آیه های قرآن هم هست که ای کاش مردم میدونستن، ای کاش مردم میفهمیدن. بانگ می آمد ز سوی هر درخت، سوی ما آید خلق شوربخت. هر درختی هم داره حرف میزنه با آدم ها. چی میگه بهشون؟ بیایی طرف ما. بانگ می آمد ز غیرت بر شجر، چشمشان بستیم کلن لاوزر. لاوزر یعنی پناهگاه ندارن، وزر یعنی پناهگاه. میگه ببین، جواب برای اینا می اومد، دست شما در نه اینجاست، من الان بهتون میده. میگه چشمشون رو بستین کلن، پناهگاه هم ندارن. خب زیاد فکر نکنین به این که چششون رو کی بسته، چرا بسته، واسه چی بسته شده، جبری بوده، اختیاری بوده، اونجاها نریم. داستانو زیاد قومی نگاش نکنید.
گر کسی می گفتشان کین سو روید تا از این اشجار مستعد شوید، مستسعد شوید، جمله می گفتند که این مسکین مست از قضاء الله دیوانه شده است. اگه یکی هم بهشون می گو بابا این وری برین اینجا یه درختیه، سایبون داره، میوه داره، اینا هم حرفشون اینه که اینا از قضاء الله این داره دیوانه است اصلا. چی داره میگه؟ زده به سرش. جمله می گفتند که این مسکین مست از قضاء الله دیوانه شده است، مغز این مسکین ز سودای دراز و از ریاضت گشته فاسد چون پیاز. این یه ذره زیادی مثل این که تو آفتاب وایساده، ما میگفتیم که مخش زیادی آفتاب خورده. او عجب میماند یا رب حال چیست، خلق را این پرده و اذلال چیست، این دقوقی مونده که خدایا چه حالیه، اینا چرا نمیبینن؟ ندیدن گمراهی. خلق گوناگون با صد رأی و عقل یک قدم آنسو نمی آرند. نه ببخش، میگه خلق گوناگون با صد رأی و عقل، ماشاءالله مردم هم اپینیون دارن هم عقل دارن، یک قدم آنسو نمی آرند. نه. ولی یه طرف نمیتونن، اینا رو اولیا رو اصلا پیدا نمی کنن که بخوام برن طرفشون. عاقلان و زیرکانشان ز اتفاق گشته منکر زین چنین باقی و آه. این خلق یه سری آدم دارن که اینا هم عاقلن هم زیرکن، خیلی هم باهوشن. اینا اصلا منکر این جریان میشن. یه دفعه شما مثال آوردین، گفتین یه کسی تو برنامه تلویزیونی اصلا میگه این برنامه ها اینا همش کشکه، بریزنش دور. درست میگم؟ این بیت مال اوناست. عاقلان و زیرکانشان، اینا زیرکای ما، زیرک یعنی باهوش، ز اتفاق گشته منکر زین چنین باقی و آق یعنی سرکش، اینا به سرکشی رسیدن. آقا بریزین دور این حرفا رو، اینا چی میگن؟ آدم سرکش بشه خیلی بده، سرکشی خیلی بده. اصلا برمون کشن گفتن اونا خودشون فکر نمی کنن که سرکشن. گفتن مسلمه. یا منم دیوانه و خیره شده، دیو چیزی مرمرا بر سر زده. دقیقی به خودش میگه، میگه یا من دیوانه شدم این وسط، نکنه یه کسی سر تو سر من زده، مخ من تکون خورده. چشم میمالم به هر لحظه که من خواب میبینم خیال اندر زمان. میگه من چشمو نگاه میکنم میمالم که آیا من خوابم، از خواب بیدار شم، چون مولوی به خوابم خیلی اعتقاد داره که نکنه اینو من دارم در عالم خواب میبینم، برگردم به حواسی که منو یه جور دیگه به هم پیغام میده. میگه خواب چه بود، بر درختان میروم میوه هاشان میخورم چون نگروم. میگه خواب چی چیه؟ من دارم میرم زیر این درختان، دارم سیاحت هم میکنم، دارم راه میرم، از این میوه هاشون هم دارم استفاده میکنم، از اولیاء الله من دارم استفاده میکنم، با اینا من الان کانکتدم، واسه چی نرم دنبال این؟ واسه چی پی این نرم؟ داره میخوره، داره میگه میوه هاشان میخورم چون نگروم. نه باز چون من بنگرم در منکران که همی گیرند زین بستان کران، بستان کران با کمال احتیاج و افتقار،
زارزوی نیم قوره جان سپار. میگه نگاه میکنم میبینم مردم به خاطر یه نیم قوره، یه قوره هم نه، نیم قوره. نیم قوره یعنی قورهی که پلاسیده. قوره چیزیه که بعد انگور میشه، انگور چیزیه که شراب ازش درست میکنن. دلیل این که شراب رو خیلی دوست دارن، می رو دوست دارن عارفا، به خاطر این که می یه چیزیه که خود جوشه، از درون خودش در میاد. اینگریدینت اصلیش قوره با انگوره. وقتی قورتون نیم قوره باشه شرابتون رو به درد نمیخوره. خب کانکشن یعنی اینطوره. زشتیاق و حرص یک برگ درخت، میزنند این بینوایان آه سخت. میگه همه دنبال این برگ درخت هستن، همه دنبال این سایبونه هستن. میگه اینا آه میکشن. میزنند این بینوایان آه سخت، در هزیمت زین درخت و زین ثمار. این خلائق صد هزارن در هزار. اینا ولی دارن هزیمت یعنی گریز گریختن، در رفتن. میگه از اینا دارن در میرن، اینا از این نتیجهی که میتونن ببینن دارن در میرن. چجوری؟ صد هزارن در هزار، فوج فوج. باز میگویم عجب من بی خودم. باز دوباره به خودش میگه آیا من خوابم؟ دست در شاخ خیالی در زدن، آیا من الان اصلا دارم یه خیالاتی برم داشته؟ حتی از ما مستعیس، حتی از مستعیس رسول بگو تا یزنو انهم قد کذبوا. اینو من معنیشو آوردم که بدونی چیه معنیش. سوره یوسف آیه 110 معنیش اینه: پیامبران به دعوت خود ادامه دادند و منکران به ستیز خود. تا رسولان از ایمان آوردن کافران و پیروزی خود ناامید شدند و پنداشتن که از سوی پیروان خود به آنان دروغ گفته شده است و تک و تنها ماندن. در این هنگام یاری ما به اینان رسید، پس هر که را خواستیم برهاندیم و عذاب ما از مردم گناهکار برگردانیده شد. صحبت سر اینه که هر کسی اینا صحبت سر این نیست که رسولان آیا ایمان نداشتند یا اینکه فکر میکنن حرفشون حرف درستی نبوده. صحبت سر این که چجوری قومشون اینا رو تکذیب میکردن، اینا رو به تعجب وامی داشته، باورشون نمیشده که اینا چجوری میتونن تکذیب کنن. ببینید با حتی معجزه هم پیغمبرا داشتن، داستان ها اینه که قوم ها بودن که میگفتن اینطوری نیست، جادوگره، یه کاری کرده، یه سری هست. درسته. به همین علت این آیه بیشتر اینه که اینقدر یه طرف دیگه هم داره میگه وقتی رسیدی به یک چیزی، وقتی که میدونی رسیدی دیگه فکر نکن زیاد راجبش، انقدر مرتب خشخاش نذار که چرا یه عده اینطوری هم. تو با اونا کاری نداشته باش دیگه. حالا این قسمت کذبو تو این قرآنی که من نگاه کردم دوتا چیز داره. یکی کذبو آدماییه که ایمان داشتن و باز تکذیب میکردن. تو اینجا مثال عایشه رو زده، عایشه ایمان داشته به پیغمبری، پیغمبر همسر پیغمبر هم بوده، ولی دو تا دفتر قبل یه داستان داره از عایشه که برمی‌داره. عایشه به پیغمبر میگه تو چرا وقتی که یه جا رو میخوای نماز بخونید همون جا وای میسی و نماز میخونید، فکر نمی‌کنی اینجا مثلا نجس، جای نماز نیست؟
که پیغمبر میگه خدا اونجایی که من میخوام نماز بخونم و برای من پاک میکنه، پاک و منزه میداره. آره دیگه این وسط به قول بچه به تو مربوطی، آخه دوتا حرف میزنه عایشه، یکی که چرا هر جا که بخوای باید میسی نماز میخونی، دوم این که میگه امروز بارون اومد تو چرا ولی خیس نیست. این کذبو آدماییه که ایمان دارن و ولی باز شک دارن. یه دم کذبو آدمایی مثل ابولهب، ابوجهل عمو پیغمبرم بوده، ولی عموش بوده دیگه، درسته؟ قوم و خویش پیغمبر بوده، هرچی بوده بالاخره، ولی کاملا تکذیب میکنه. بله. جا اهم بعد از تشکل که نسرنا ترکشان گو بر درخت جان برا. میگه وقتی میبینی اینا به شک افتادن، اینا رو دیگه ولشون، یه تا یه حدی تو میتونی حرفتو بزنی. ترکشان گو بر درخت جان، برگرد تو خودت اونجایی که جاته، اونجایی که میبینی. این قرائت خان که تخفیف کذب این بود که خیش بیند محتجب. بله مرسی. تخفیف کذب یعنی اگه شما کذبه رو با تشدید نخونید، کذبه بخونید، یا اینکه با تشدید اگه بخونید چیزه. مولوی میگه با تشدید اینو نخونید، با بدون تشدید نخونینش، با تشدید بخونید، چیز عمیقیه. هستن کسایی که این کارو میکنن، کم هم نیستن، آگاه هم هستند و باز تکذیب میکنن. میخورو میده بدان کش روزی است، هر دم و هر لحظه سحرآموزی است. میگه از این درخته، از میوه‌هاش بخور، هر چقدر هم میتونی بده به اینو، یعنی بذار بقیه هم استفاده کنم. بگو بالاخره، حالا تو اسلام گفتن زکات علم آموختنشه، بگو بذار بقیه هم بشنون. میخور و میده بدان کش روزی است، هر دم و هر لحظه سحرآموزی است. چون هر دفعه که تو این کار رو میکنی، هر دفعه که تو داری صحبتش رو با بقیه میکنی، یه سحری رو داری به اونا یاد میدی، یه سری رو داری براشون آشکار میکنی و باز میکنی. خلق گویان ای عجب این بانک چیست؟ باز مردم هی میپرسن که این چیه؟ خب بویان ای عجب این بانگ چیست؟ چون که صحرا از درخت و بر توهیست. ما که اینجا درختی نمیبینیم. گیج گشتیم از دم سوداییان، از بس این اینایی که سر به سرشون زده، دیوونه ها. خب سوداییان آدم هایی هن که میگن ببخشید با بقیه فرق دارن، دیوانن. حالا دم سوداییان، صحبت سوداییان داری الان ما داریم، برای اون داره حالا تازه یواشا جا میفته که وقتی مولوی میگه حیلت رها کن عاشقا، دیوانشو یعنی چی؟ این دیوانگی رو اینا میپسندن، دوست دارن. گیج گشتیم از دم سوداییان، که به نزدیک شما باغ است و خان. چشم میمانیم اینجا باغ نیست، یا بیابان است یا مشکل رهیست. اینا هی میگن دوروبر شماها باغه، ما هی چشمون رو میمانیم نگاه میکنیم باغ نمیبینیم. اینجا همش سنگلاخ، راه همچین راحتی هم نداره، درست؟ ای عجب چندین دراز این گفته بود، چون بود بیهوده ور خود هست کو؟ میگه اول اینکه میگه این صحبت زیاده،
اگه من بخوام باز بگم که چقدر مردم کورند و نمیبینند، این حرف زیاده من بخوام بزنم. یه ذره دیگه بیشتر از این گفتنم به درد نمیخوره. من همی گویم چو ایشان، ای عجب این چنین مهری چرا زد سنره. منم در جوابشون میگم عجب، چه جالبه که شماها چقدر کوری. چجوری شده که خدا شماها رو کور کرده؟ کوری چشم باطنی مونه ها، چشم بصیرت مونه. یادتون باشه میگفتم انسان کامل باید خوب ببینه. این اولین چیزیه که مولوی تو دفتر اول استبلش میکنه، دیدنه. دوتا داستان میاره، یکی از داستاناش اینه، میگه که یه خواجه شاگردش میاد پلوش، احول بوده، چشش لوچ بوده، چپ بوده، میاد پلوش و استادش بهش میگه ببین برو اون دوتا اون بطری رو از روی تاخچه بیار. این میگه روی تاخچه دوتا بطریه، کدومو بیارم؟ میگه من دارم بهت میگم یه دونه است، یه دونه رو برده بیار. طرف بهش بر میخوره، میگه منو مسخره کردی؟ این وسط من میگم دوتاست. بعد میگه که خب اگه دوتاست یکیشو بشکون اون یکیو بیار. وقتی اینو میشکونه میبینه چیزه. دید خوب و مولوی اولین حرفیه که میزنه تو دفتر اول. بله، گیج گشتم از دم سودایان که به نزدیک شما باغ است و خان. چشم میمالیم اینجا باغ نیست، یا بیابان است یا مشکل رهیست. این عجب چندین دراز این گفتگو، چون بود بیهوده ور خود هست کو. من همی گویم چو ایشان، ای عجب این چنین مهری چرا زد سن عرب. زین تنازع ها محمد در عجب، در عجب نیز مانده بولهب. در تعجب نیز مانده بولهب. مرسی. میگه پیغمبرم همینجوری متعجب بود، ابوجهل هم همینجوری متعجب بود، جفتشون متعجب بودن. ابولهب. زین عجب جا. این اونو باور نمیکرد، اونم اینو باور نمیکرد. بله، مثال همه این شیشه هست که بزن بشکن ببینی چقدر میمونه. بله، زین عجب تا آن عجب فرقیست ژرف. به قول بچه ها این کجا و آن کجا، تا چه خواهد کرد سلطان شگر. که این چه سری داره، اون کسی که اینجا رو با بنیان گذاشته چه سری گذاشته توی این. ای دقوقی تیزتر را، این خموش چند گویی چند، چون قهد از گوش. آره، میگه ببین این وسط گوش شنوام نداری، اینقدر هم حرف میزنی همش تو، یعنی حرف میزنی. این داره به خودش میگه من نمیخوام دیگه بیشتر از این اسرار رو بگم، بذار من خاموش باشم. حالا یک درخت شدن آن هفت درخت. پس ما اینجاییم الان، درسته؟ بله. خلاصه دقوقی گفتش که گفت راندم پیشتر من نیکبخت، باز شد آن هفت جمله یک درخت. خب ببینید، یه چیزی بهتون بگم، اینم داشته باشیم از این سر هفت و یک و هفت و یک و اینا. صحبت سر اینه که ببینید یه چیزی، من اینجا یادتون باشه همیشه یه دایره میکشیدم، ما میگفتم ما جزء یک کلیم. این هفت بودن و یک شدن و هفت بودن باز همون جزء و کل و جزء و کله، یعنی و صحبت سر اینه که همه چی درش گنجونده میشه، چه آسمانی و چه زمینی. خب شما
شما الان خیلی دارید رو هفت دارید چیز میکنید. رو هفت الان فعلا تمرکز نکنید، رو این که جز و کل شما چیز بکنید. هفت رو الان ما پیدا میکنید. امروز حتما باید هفت رو پیدا. نه اتفاقا میفته آینده متاسفانه. تختن آخر باید صبر کنید. بابا یه صبر کن. از صبر و مفتاح الفرج مگه این چه ما نخوندیم این؟ آخرش رو بگین تموم شد. من میخوام کلاس رو تحقیل کنم. باش ما که حرف نداریم تحقیل شد کنیم. خودش مثلا دیگه کلاس هست. امروز بعد از این میخوام ازتون میپرسم اگه بگید باشه میذارم، اگه نه بگید نه چیزش میکنیم فرق نمیکنه. ولی بعد کانسنسس باشه، یعنی من دفعه قبل این حرف رو زدم ولی بذارید ما این امروز رو بخونیم. شما که دارید سوال مطرح میکنیم من تو مطرح. آره آره ببخشید توی وبسایت نوشته 11 تا 1. وبسایت اشتباهه. همه من اون دفعه هم 10 من ایمیل مگه نمیگیرید از من؟ بله ایمیل. نه من ایمیلتون رو پس به من بدید، من ایمیل رو بده چیز کنم. ما البته خودمونم نیم ساعت شروع شد. حالا گفت راندم پیشتر من نیکبخت، باز شد آن هفت جمله یک درخت. هفت می شد فرد می شد هر دمی، هی می شد هفت هی می شد یک. من چسان می گفتم از حیرت همین، من هی مونده بودم این یعنی چی؟ جان خواهی من چسان میگشتم از حیرت همین. اوکی مرسی. شمع صبح بعد از آن دیدم درختان در نماز، صف کشیده چون نماعت چون جماعت کرده ساز. بعد دیدم اینا شروع کردن به نماز خوندن این درختا. خب حالا دلیل اینکه این صحبت نماز خوندن و اینا رو میگه، یه حرفی ما همیشه میزدیم صحبتش هم زیاد کردیم، اینه که تمام جمادات و نباتات و انسان ها جزءشون اینا همه تسبیح خدا رو میکنن. همه چی این صحبتش اینه که یه درخت میتونه تسبیح خداوند رو بکنه. بله. یک درخت از پیش مانند امام، دیگران اندر پس او در قیام. یکیشون وایستاده جلو، بقیهشون هم در پسش. آن قیام و آن رکوع و آن سجود از درختان بس شگفتم میرم. من مونده بودم اینا چجوری داشتن تسبیح خدا رو میگفتن، چجوری داشتن این قیام و سجده رو میکردن. یاد کردم قول هم را آن زمان، گفت النجم و شجر را یز شدان. اون موقع یادم افتاد که خدا توی قرآنم گفته که ستارگان و همه چی که تو آسمان و زمینه بیسیکلی سجده کنندگان من. آمد الهام خدا که با فروز ببخشید این درختان را، نه زانو نه میان. اینا نه زانو دارن نه کمر دارن، چون بخواین شما رکوع برید کمر لازمه، هم سجده میخواین بکنی هم زانو هم کمر لازمه. این چه ترتیب نماز است آن چنان؟ پس اینا چی جوری نماز دارن میخونن؟ یه حرف عمیقی داره میزنه، اینه که آقا اگه قراره نماز بخونن، این نماز خوندن نمازی که تو فکر میکنی نیست. تو یه جوری میخونی، اونا یه جور دیگه میخونن. همه که قرار نیست مثل هم باشه. یا یه جور دیگه فکر میکنم، به نظر من رسید که حتما این ترتیب این مدلی که ما بگیم اینجوری باید بکنی، این نیست. این نیست همون ایراد بگیرین، شما دستتو اینجا میذاری من دستم اینجا. بله حرف همینه. چرا اینطوری نماز میخونه، چرا اون اونطوری نماز میخونه؟ اینی که من گفتم درسته، اونی که اون انجام میده اشتباهه. اگر بدونیم همه جزئیات کلی همه همینه. آها صحبت سر همه مال یک کلی.
بابا اینو دوباره میگم، چند تا داستان پیش بود، گفت از نظرگاه هست این مغز وجود، اختلاف مؤمن و گبر و جهود. میگه از دیدگاهشونه این تفاوت ها. بیایید همه تون یه جا رو ببینیم، وقتی همه چی رو دیدید یکی میشه. خب حالا هفت مرد شدن آن هفت درخت. حالا اینا دوباره چی شد؟ دوباره من نخوندم. حواستون خیلی هست، خوشم میاد. من خودم شما مثل از مخصوصا خواستیم ببینیم ما نه با اختی پس میدیم چقدر ما متوجهیم. بله میگم از اون حواست واقعا خوشم به حالتون. آمد الهام خدا که با فروز، می عجب داری ز کار ما هنوز. خدا هم برداشت به این گفت تو هنوز تو کار من شک داری؟ هنوز عجب داری؟ حالا اینجا با فروز دقیقا مردش چیه؟ این مرد فرق با فروز، مرد روشن، مرد بزرگ، مردی که رسیدی به بالاخره به اینجا که رسیدی که داری این چیزا رو میبینی. لغوی شد دیگه همین بزرگ و روشن اینا. می عجب داری ز کار ما هنوز. خب حالا هفت مرد شدن آن هفت درخت. این هفت درخت دوباره شدن هفت مرد. پس ما اینجا این نقاشیمون فکر کنم ما باید هفت تا مرد بعد بکشیم اینجا دوباره. آره خودمون هم الان اینجا چیز اینجا پس با مرحله بعدش دوباره میشه هفت تا مرد. بله دیگه کانفیوز شد. بعد دیری گشت آن هفت مرد، جمله در قعده پی یزدان فقید. قعده یعنی نشستن. اینا یه ذره که گذشت اینا شدن هفتا مرد، این هفتا درخت. چشم میمالم که آن هفت ارسلان تا کیانند و چه دارند از جهان. منم حالا یه کمی همونطور داره نزدیکتر میشه، داره بازم دوره چشمشو میماله که اینا کیان؟ من میشناسم اینا رو، میدونم کیان یا نه. چون به نزدیکی رسیدم منظرا، کردم ایشان را سلام از انتباه. انتباه یعنی بیداری. میدونم که الان دیگه بیدارم، بهشون هم سلام کردم، رسیدم به اینا. اون گفتندم جواب آن سلام، ای دقوقی مفخر و تاج کرام. مفخر و تاج کرام. اینا هم جواب سلام منو دادن و به هم به اسم صدا کردن و به من گفتن که تو عزت و احترامم کردن. آدم با افتخار ما هستی و بخشنده و آدم جوانمردی هست. تاج سر ما هست. تاج سر ما هست. حتی تاج سر نگفتن. حالا به هر حال. من خودشونم بلاخت. گفتم آخر چون مرا بشناختن. من موندم که این چجوری اینا من رو میشناسن. پس از این بر من نظر ننداختن. پیش از این بر من نظر ننداختن. قبل این من رو ندیده بودن اینا. از ضمیر من بدانستند، زود یکدیگر را بنگریدند از فرود. اینا تا من این فکر رو کردم اینا فهمیدم من چی فکر میکنم. یه نگاه به هم دیگه کردن، پاسخم دادند خندان که عزیز این بپوشیده است اکنون بر تو نیست. تو هنوز شک داری بازم؟ مگه نمیدونی ما میتونیم بفهمیم احوال دلها رو؟ ما میشناسیم کسایی که با ما هم دلن. بر دلی کو در تحیر با خداست، کی شود پوشیده راز چپ و راست. اگه یادتون باشه دو سه هفته پیش یه داستانی باز خوندیم، باشه من میگم دو سه هفته پیش، این فکر کنم یه دو ماه پیشه، صحبت این بود که میگفت حیرت کن. هر چیو میبینی تو حیرت باشین، به خاطر اینکه انقدر سر این
خلق شدن این چیزی که میبینید زیاده که اینو باید شما همیشه در حیرت نگه داره. به خاطر میگم حیرت کنید. اینجا میگه ببین اگه این دلی که همش حیرت کرده از اون از این یونیورسی که دور و برشه کی میتونه یه راز چپ و راست مخفی باشه؟ این وسط تو انقدر دیدت الان وسیعه و شفافه که میبینی همه چیو، دیگه رازی برای چیز نیست. ما رازی برامون نهفته نیست، ما میشناسیمت. گفتم ار سوی حقایق بشکفند چون ز اسم حرف رسمی واقفند. من اومدم گفتم که خب شماها که اگه همه حقایق رو میدونید، این الفاظی رو که آدما بین خودشون میگن آیا همشون میدونین یا نمیدونین؟ حرفای عامیانه رو. خب گفت اگر اسمی شود غیب از ولی آن ز استغراق دان از جاهل. یعنی حرف اینه که آیا همه راست شما خواهیم یه جورایی داره آدم یه موقع میشینه به کسی یه هایی میفته مثلا موندی چی بگی؟ مثلا طرف رو میبینیم عوض اینکه یه سوالی بکنه آدم که مثلا سوال خیلی عمیقی باشه به طور جواب درستی بگیره مثلا میگه چرا کرواتون خوشگله؟ همین دیگه. این حرف عامیانه است. این هم برمیداره میگه شما همه حرفای عامیانه رو میدونید. خب اینا هم جواب میدن، میگن که ببین اگه ما یه سری چیزا رو هم نمیدونیم این به خاطر اینکه ما غرق میشیم در اون سر خداوندی، در سر ایزدی ما غرق میشیم، به خاطر همین از جاهلیمون نیست، از ندانستنمون نیست، واسمون ارزشی نداره، مهم. پس یه صحبتی که داره میکنه دقوقی هنوز یه جورایی یه سری باورهای عامی هم توش هنوز هست. بعد از آن گفتن ما را آرزوست اقتدا کردن به تو ای پاک دوست. بعدش بهش میگن ببین ما آرزومون اینه که یه اقتدا یه نماز پشت سر تو بخونیم. گفت آری لیک یک ساعت که من مشکلاتی دارم از دور زمان. این میگه باش من میخوای نماز بخونیم بخونیم، ولی من یه ساعت وقت میخوام. یه سوال بی خود کرده اولش، حالا الانه میگه ببین من باید خودم رو از زمن پاک کنم. یعنی چی؟ یعنی من ما اینجا یه دفعه یه صحبتی کردیم راجع به مکان و لامکان، یه عدتون بود یه عدتون نبود. صحبت لامکان رو که کردیم صحبت این بوده که ماها هممون از لامکان به مکان اومدیم، به لامکان برمیگردیم. یه دفعه دیگه اینجا صحبت کردیم، ما گفتیم ما از نوور اومدیم، we're now here، دوباره به نوور برمیگردیم. اونم چیز ویندایه بود. خب این دنبال لازمانه. چرا؟ چون ما اصلمون زمانی، ما نه به بند زمان هستیم نه بند مکان. به این دنیا که میام این دوتا جفتشون ما رو بند میکنن. ما تا موقعی که خودمون از اینا نتونیم پاره کنیم گرفتارشیم. اینم پس اینو میگه، میگه من از این دور زمان، این اتفاقی که زمانی میفته من یه ذره مشکل دارم. تا شود آن حل به صحبت‌های پاک. من دوست دارم باهاتون یه ذره صحبت خوب بکنم، صحبت پاک بکنم که اینا حل کنم برا خودم. خب پس نشون میده ببینید همه درجه‌های مختلف دارن. تا شود آن حل به صحبت‌های پاک که به صحبت روید انگوری انگوری ز خاک. که این وسط انگور صحبت مصاحبته، مصاحبت صحبت گفتگویی حتما نیست. شما وقتی با یک کسی نزدیک هستید مصاحبت دارید،
میگه به خاطر مصاحبت انگور و خاک که انگور میتونه رشد کنه. دانه پرمغز با خاک دژم خلوتی و صحبتی کرد از کرم. یه دانه خیلی همچین پرمغز که پر یه درخت انگوره، این تا نره تو این خاک تاریک نمیتونه رشد کنه، باید بره و اونجا هم صحبتی با خاک رو بکنه که بتونه بزرگی خودش شروع کنه شکوفا کردن. خیش را در خاک کلی محو کرد، اون دانه خودش رو اول محو میکنه تا نماندش رنگ و بوی و سرخ و زرد، تا اینکه دیگه رنگ و بو واسهش نمونه. دژم معنی چیه؟ دژم یعنی تیره، خاک تیره و تاب. یه داستان بود اگه یادتون باشه، یه نحوی توی یه کشتی میشینه، آن یکی نحوی به کشتی در نشست، رو به کشتیبان نمودان خودپرست. من اینجا راجع به محو میخوام یه دقیقه فقط براتون یه نکته رو بگم. داستانه که یه نحوی آدم عالمه که صرف و نحو عربی بلد باشه، در حقیقت علم بالاخره عالم بوده، علمی که کسب کرده داشته. خب آن یکی نحوی به کشتی در نشست، رو به کشتیبان نهاد آن خودپرست. گفت هیچ از نحو خواندی؟ سواد داری؟ گفت لا، نوانی. گفت نیم عمرتو شد برفنا، نصف عمرت رفته. دل شکسته گشت کشتیبان زتاب، لیک آن دم کرد خاموش از جواب. دل شکست ولی حرف نزد اون موقع، باد کشتی را به گردابی فکند. گفت کشتیبان بدان نحوی بلند، یه گرداب میفته و اینا، اینم شروع میگه به طرف میگه که هیچ دانی آشنا کردن بگو. گفت نی ای خوش جواب خوب رو. گفت شنا کردن بلدی؟ میگه نه والا. گفت کل عمرت نحوی فناست، زان که کشتی غرق این گرداب هاست. گفت میدونی چیه کل عمرت حالا تو رفت؟ حالا خط بعدیش اینه، میگه محو میباید اینجا، محو میباید نه نحو اینجا بدان. میگه اینجا میخوای کار کنی محو باید بشی، باید تو حیرت بمونی. نه نحو اینجا بدان گر تو محوی بی خطر در آب را، اگه محو شدی راحت بود. آب دریا مرده را بر سر نهند، ور بود زنده ز دریا کی رهد. راست میگه، کسی که بمیره میاد بالا، وقتی زنده ای همش این گفتی کن. چون بمردی تو ز اوصاف بشر، بحر اسرارت نهد بر فوق سر. وقتی اوصاف بشری تو یکی یکی گذاشتی کنار، اونا رو کشتیشون، اینجا این سرها تو رو میذارنت رو سر خودشون. ای که خلقان را تو خر میخوانده ای، این زمان چون خر بر این یخ مانده. آدمایی که سواد زیاد دارن بقیه رو خر میدونن، به یه جایی میرسه که اینا یهویی مثل خر رو یخ میمونن، تکون نمیتونه بخوره. دریا مثل یه صفت دیگه هم داده، عربه برای که بالا میاره، پس میزنه، مرده رو نگه نمیداره، میبینیده به ساحل. ولی خب بالاخره میاد روی آب. حالا صحبت اونو اینجا میکرده، میگه مرد نحوی را از آن در دوختیم تا شما را نحو محو آموختیم. میگه ما این داستان رو برای شما گفتیم که شما رو یادتون بدیم محو شدن یعنی چی. خب بعد یه چیزی میگیم، میگه که آن سبوی ما سبوها پر به دجله میبریم، گر نخر دانیم خود را ما خریم.
ما مشکلمون اینه که همیشه هر جا میریم سبوهامونو پره. وقتی میریم دم دجله میریم که آب بیاریم دیگه، ولی با خودمون این سبوها رو پر میبریم. وقتی یه چیزو پر میبری هم سختی بردنشو میکشی هم کشیدنشو، هیچ بهرهی هم نمیبری اونجا. شما دقت کردیم مثلا میخوایم با یکی صحبت کنیم، اول میگیم بله ما اینا رو همه رو خوندیم. وقتی اینا رو میگن همه رو خوندیم، خب پره. مثل کسی یک کتاب خونه بزرگی داره دیگه، من همه اینا رو خوندم، همه رو دو سه دفعه خوندم. آره دیگه، خب چیکار میکنم؟ اینجا میگه خیشتن در خاک کلی محو کرد. این یه دونم محو میشه توی خاک تا نماندش رنگ و بوی و سرخ و زرد، تا اینکه هیچ رنگ هیچ تعلقات نحوی نداره. از پس آن محو، ببخشید، از پس آن محو قبض او نماند. قبض یعنی لیمیتیشن. وقتی که محو میشه دیگه لیمیتیشن نداره. این چیزا همش لیمیتیشنه، که نحوی بودن لیمیتیشنه. پر گشاد و بست شد مرکب بر. بال در میاره. بزرگ میشه. شروع میکنه مرکب بران اینجا شاخ و برگ در آوردنه، چون صحبت اون دونه رو داره میکنه. پیش اصل خیش چون بی خیش شد، رفت صورت جلوه معنی شد. ببخشید نصفش محو شد. پیش اصل خیش چون بی خیش شد، رفت صورت جلوه معنی شد. ما وقتی جلوی اصل خودمون هستیم میدونیم اصل خودمونه. اگه جلوی اون بتونیم از خودمون بگذریم، بیخیش بشیم، اون موقع است که شروع میکنیم معنی ها رو دیدن. به معنی آدم میرسه. سرچنین کردند هین فرمان تو راست، تف دل از سر چنین کردن بخواست. این حرفاییه که این داره به چیز به اینا میگه دیگه، درسته؟ اینا گفتن بهش نماز ما میخوایم پشتت بخونیم، یه ذره من با شما باید مصاحبت کنم و دلیل میاره براش. این حالت دلیل آوردنه. یه حرفی که داره میزنه میگه سر چنین کردن، سرشون رو جنبوندن. خب که باش، هر چی تو بگی. خب این سر جنبوندن خیلی حرف جالبیه. دلیلش که اینو میگم، حافظ یه غزلی داره، توش یه بیتی هست، میگه مشکل پیش بر پیر مغان، بردم دوش کوب تأیید نظر حل معما میکرد. پیر مغان حافظم تأیید نظر میکنه، یعنی سر میجنبونه. چرا سر میجنبونن؟ چون دلاشون وصله، حرف نمیخواد بزنه دیگه. اینجا خموشی اینه، بشنو از نه اینه. باز مولوی چی میگه؟ مولوی هم میگه، میگه وقتی که میگه گفتم ای عشق من از چیز دگر میترسم، گفت آن چیز دگر نیست دگر هیچ مگوی. بعد عشق بهش میگه، میگه من به گوش تو سخنهای نهان خواهم خوان، سر بجنبان که بلی جز که به سر هیچ مگوی. این نکته اینجاست. یعنی اینا میخوام بگم همه اینا با هم دیگه وصله. ببینید همه اینا حرفا رو یکی میزنن. حافظ اکسیدنت نیست این حرف رو زده، مولوی اکسیدنت نیست اینو گفته. مثال مجازیش میشه مثل این کشکی کنار زمین وامیسته به بازی کنن، تاکتیکا رو یاد بده فقط با دست این کار رو بکنید.
چون قبلا همه اینا رو میدونن. دلا یکی باشه شما صحبت دیگه نمیتونید، تایید نظر حل معما میکنه. ساعتی با آن گروه مجتبا چون مراقب گشتم و از خود جدا. یه مدتی با اون گروه بزرگ برگزیده باهاشون نزدیک شدم و از خودم جدا شدم. شروع کردن به تبادل نظر. هم در آن ساعت ز ساعت رست جان. چی شد؟ از بعد زمان اومدم بیرون. تو اون ساعت از ساعت اومدم بیرون. هم در آن ساعت ز ساعت رست جان، زان که ساعت پیر گرداند جوان. حالا برای ماها داره میگه، میگه آدم اگه ساعت رو بخوای بشماری همش آدم پیر میشه. یه چیز دیگه داره میگه، میگه ببین من پیر شدنی نیستم، من همیشگیم، من هستم، فقط باید از بعد زمان بیام بیرون. جمله تلوین ها ز ساعت خواست است، رست از تلوین که از ساعت برست. تلوین یعنی متغیر شدن. حال اگه متغیر بشه، اگه چیزی به چیز دیگه تبدیل بشه میگن تلوین شدن. میگه جمله تلوین ها ز ساعت خواست است. شما راست میگه، یه ساعتی خسته ای، یه ساعتی خسته نیستی، یه ساعتی خوشحالی، یه ساعتی خوشحال نیستی. جمله تلوین ها ز ساعت خواسته است، رست از تلوین که از ساعت برست. وقتی که از ساعت، از زمان در اومدی، از حالی به حالی شدن هم در اومدی، چی میشی؟ حالت خوش همیشه. چون ز ساعت، ساعتی بیرون شوی، چون نماند محرم بیچون شوی. اگه یه ساعتی از ساعت بیای بیرون، از این بعد زمانی ما بتونیم خودمون رو بیاریم بیرون، میگه چون نماند محرم بیچون شد. اون چیزی که ندیدی رو میبینی. یعنی چی؟ یعنی از ساعت اومدن بیرون یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی از بود زمین خارج شد. یعنی چی؟ اینا رو که گفت یعنی چی آقای بزا؟ خلاص شدن. یعنی چی آقای؟ یعنی سخت به دست میدید. ولی از زمان میتونید آدم خودش رو به این توجه زیاد به زمان نکنید. این اینجا در آمریکا نمیشه. ها به شما بگید. مولوی جان. چون نماند محرم بیچون شد. ببینید از خود اومدن بیرون، صحبت رهایی از خود همین اینه که بندا واسه. یه چیزی رو میخوام بهتون بگم، ما دقوقی آدمه، یعنی بستگی‌های جسمانی رها بشه. ببینید از بستگی‌های این دنیا رها شده. ببینید دقوقی آدمه، داستانش رو هفته پیش یادتون باشه، این نگاه کنید، بیهوش هم میشه، بهوش هم میاد. اینا حالتهای انسانیه.
خب این نیومده دقوقی رو بگه این آیرون منه یا نمیدونم مثلا کپتن امریکاست، سوپر پاورش نکرده، میگه یه آدمه، مسافرت میکرده، خسته میشه میخوابه، نمیدونم کارهای عادی رو داره میکنه. ببینید این خیلی مهمه، مولوی داره حرف با ماها میزنه. حالا این آقا ولی مقام از لحاظ مقام روحانی و مقام عرفانی به یه جایی رسیده. به کجا رسیده؟ قادره، ببینید تسلط داره، قادره بتونه از زمان به بی زمانی بیاد، از مکان به بی مکانی بیاد. ببینید اینا یه قدرتیه، یه توفیقه که این داره. خب حالا صحبت اینو داره میکنه، میگه اگه اون توفیقو داشتی به اینجا میرسی. حرف از ببینید به خاطر همین میگم مولوی تجربه زمینی داشته، از تجربه زمینی داره یه سری تجربه آسمانی رو توصیف میکنه. اینو میخوام بدونیم، یعنی ما بعضی ناراحت میشن اگه این حرف رو مثلا جایی آدم بزنه، آقا با نه اینطوری، آقا جون تجربه داره، تجربه زمینی کرده، خودش میگه من به هر جمعیتی نالان شدم، جمع خوشحالان و بدحالان شدم. اول مثنوی هم میگه، میگه من همه رو دیدم، یعنی بالاخره مصاحبت داشتم با اینو. چون ز ساعت ساعتی بیرون شوی چون نماند، محرم بی چون شوی. ساعت از بی ساعتی آگاه نیست. میگه اینو بهتون بگم، اونی که تو ساعته از بی ساعتی، از بی زمانی آگاه نیست، نمیفهمه، درکش هم نمیتونه بکنه. ما الان ساعت مثلا 11:30، ای بابا نمیتونه الان ساعت 11:30 نباشه که، الان اینه. ساعت از بی ساعتی آگاه نیست، آن زان کس، یا اینجا زان کسان سو جز تحیر راه نیست. میگه اگه میخوای به بی زمانی، به بی ساعتی برسی، باید حیرت کنی. یعنی حیرت کردنم چیز عمیقیه، چیز سطحی نگیرینش. حیرت کردن اینه که شما عمق اینو بفهمیم که ببخشید که یعنی چی این وقتی که ذکر خدا میکنه، دپتشو باید بگیریم. حیرت کردن اینجا یه جایی هست به نام جاشوا 3 نزدیک بله خیلی نه ببینید حالا به هر حال صفت اونجا هم هست، جای خشکیه، همچنین زیاد جای چیزی نیست، جز اینکه فالت هم هست آره. به هر حال ولی ملت میرن اونجا میشینن آسمون نگاه. حالا آیا اینا میرن اونجا که یعنی حیرت کنن؟ بعضی ها میرن اونجا با خودشون شاید یه سری سابستنس هم ببرن، مثلا یه چیزی هم بخورن یا بکشن، هایم میشن. ببینید حالا حرف من میدونید چیه؟ آدمی نمیدونه چی میخواد یه موقع هایی. اون صحبت وقتی که مارگیر ما رو میاره که همه چیز میکنه، یه حرفی که مولوی میزنه میگه صد هزاران مار و که حیران اوست.
میگه این همه مار و کوه باید حیران انسان بشن. بعد او چرا حیران شده است و مار دوست؟ میگه چرا انسان حیران یه مار میشه؟ ما وقتی نمیفهمیم این اتفاقا میفته، حیران شدن هم چیز راحتی نیست و بدونیم واقعا ما حیران چی داریم میشیم. دیوانه شو دیوانه شو. بله از اون چیزی که برای ما آشکاره، این دنیای آشکاره ها، هنوز دنیای نهان تازه نیست، ما اینا رو کشفشون کردیم تا حالا. جالبه ساینس هم میگه ما اینا رو کشف کردیم، ما الان مثلا فهمیدیم فلان ستاره فلان جاست. حیرت نظمی پیشیده منطقه اینقدر این حرکت سلو هست که ما مثال زمینی که آقا با اگه شما تو اتاقتون یه هفته اتاقتون جمع نکنیم اتاق نظم پیدا نمیکنید. این مثل نظمی و اینجوری میگفت دنیا مثل بی نظم منطقه ما این بی نظمی رو خیلی کن چون گرادواله ما مثلا نظرهای اینجوری ببین همینه هست باورشه، باورش هم ثابت میکنه براتون. حالا الان میرسیم اتفاقا یه دو سه خط دیگه آدم های اینطوری و به صفاتش دوباره گفته. میگه ساعت هست بی ساعتی آگاه نیست، زان کسان سو جز تحیر راه نیست. هر نفر را بر طویله خاص او بسته اندر در جهان جستجو. حالا من خواستم اینو خیلی خوب معنیش کنم، اومدم گفتم طویله میشه یعنی مثلا یه ریسمان بلندی که آدمو بهش بستن، ولی نه واقعا طویله است بیسیکلی. حرف مولوی هم اینه، میگه آدما رو بستن به یه جایی و مولوی اینجا رو بهش میگه طویله، به خاطر اینکه جای سکون نیست، جای سکونت گزیدن جایی نیست که آدم بخواد بهش دل ببنده. منتصب بر هر طویله رایزی، جز به دستوری نیاید رافضی. میگه هر طویله هم یه دونه تربیت کننده داره، یه آدم داره که مواظب این طویله است، که هیچ کسی نمیتونه از اونجا بره بیرون یا بیاد غیر از اینکه این طرف اجازه بده. از هوس گر از طویله بگسلد، در طویله دیگران سر در کند، در زمان آخرچیان چست خوبش، گوشه افسار او گیرند و کش. میگه اگه یکی هم حالا همینجوری بخواد از یه طویله بری یه طویله دیگه، اینا میگیرنشو برش میگردن سر جا خودش. ببینید حرف از اینو داره میزنه، داره میگه وقتی بندی اینطوری ما بندیم. چرا؟ بهتون میگه حافظان را گر نبینی ای عیار، اختیارت را ببین بی اختیار. میگه اگه تو آدمایی که همین جوری یه چیزی رو یاد گرفتن، اگه اونا رو نمیخوای چیز بکنی، بدون که یه اختیاری داری. جالب اینجا داره عملا میگه ما اختیاری داریم که تو این طویله باشیم یا نباشیم.
پس یه جوری داره حالا وا میکنه این جریان جبر و اختیار رو. این چویس ماست که ما بخوایم تو این طبیله باشیم یا نباشیم. سوال بگید. حافظان را گر نبینی، حافظان بیرون هست. حافظان آدم هایی هست که توتیوار یه چیزی رو حفظن و همینجوری میگن برای تو میتونه باشه. شما چی فکر میکنید؟ نمیدونم. ما خودمون درون خودمون هم که تو بله هستی، چون هم بیرون میتونیم باشیم، بله هم درون میتونیم باشیم. راست میگی، مرسی. هم درونمون میتونه طویله باشه، هم بیرونمون. نه منظورم اون کنترلر طویله درون یا درون ما میتونه هم درون باشه، هم درون باشه. یعنی خود اکسی باشه. اصلا دوتا خط دیگه این حافظان رو بیشتر توضیح میده. راست میگین، میدونید، حالا میرسیم، الان قشنگ به این نقطه میرسیم، ببخشید. میگه اختیاری میکنی و دست و پا برگشا دستت، چرا حبسی؟ چرا؟ میگه یه انتخابی میکنی و دست و پات یهویی باز میشه، یه جوری یه ذره آزادی پیدا میکنی، بعد شروع میکنه از سوال کردن که چرا این کار کردی؟ چی شد که این کار کردی؟ روی در انکار حافظ برده ای؟ اینجا حافظ، ببخشید، نگهبان میشه در حقیقت، نگهبان درونه. نام تهدیدات نفسش کرده ای. تهدیدات نفس مثل این میمونه که اوه این کارو نکنی یا الان زر بچه گشته میمونن، این کارو نکنی الان فقیر میشی، این کارو نکنی الان فلانه اینطوری میکنه. این حافظان ور میدارن این چیزا، شروع میکنه کیکین کردن بیسیکلی. درسته. ببینید حرف از اینه که ما میگیم نفسمون رو باید کنترل کنیم. مثلا ما میگیم مثلا ما نباید اعتقادات تعلقات مثلا توتیواری ما اینو یاد گرفتیم، مثلا تعلقات این دنیا رو ما باید رها کنیم. بعد به اینجا میرسی، یعنی حتی رها کردن صحبت سره که ما باید بدونیم که ما پروتکتد هستیم، یکی دیگه ما رو پروتکتمون کرده. حالا تو این رهایی و تو این مرحله یهویی شروع میکنیم فکر کردن که اگه این کار رو بکنیم حالا چی میشه، حالا مردم چی میگن. میگه اون وقتی کیکین میکنه، وقتی اون یادت میاد، تو دست نگه میداری از همه این چیزا. اون حافظ این موقعیت الانت میاد و شروع میکنه باهات سخن گفتن و تهدیدت میکنه، اگه این کارو بکنی اینطوری میشی، نکن. بله، میگه که این جهان زندان و ما زندانیان، حفره کن ز
زندان خود را حفره کن زندان خود را وارم. این جهان زندان و ما زندانیان. مرسی. این قشنگ با این بیت میخونه. دفتر اولی رو میگه. این جهان زندان و ما زندانیان. بعد میگه حفره کن زندان و خود را وارهان. یه چاه برای خودت اینجا پیدا از این زندان بیا بیرون. حفره کن زندان و خود را وارهان. میگه چیست دنیا؟ از خدا غافل بودن. حالا بیت بعدیشه. نه قماش و نقره و میزان و زن. این یه